به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. امرالله صالح برای مهار جنایت و فساد از غنی دستور اقدام گرفت. 8 صبح کابل. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرد که بر اساس هدایت مستقیم و بازی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور سر از روز شنبه هفتم سرطان در سه محور و سه بود کارش را آغاز می کند. معاون اول ریاست جمهوری با اعلام این سه محور گفته است که وضع موجود باید تغییر کند و مردم سزاوار ماحول بهتر هستند. این محورها به گفته او شامل مهار جنایت و جنایت پیشگان در شهرهای بزرگ، تدبیر استراتژی مبنی بر اطلاعات کارا و غیر قابل انکار بر ضد موریانه های نظام مالی، بخصوص در گمرکات به هدف ازدیاد عواید و بررسی حکومتداری محلی در سطح ولسوالی ها و روستاها می شود. معاون اول ریاست جمهوری در یادداشت در صفحه فیسبوک خود گفته است که هدف از بررسی حکومتداری محلی از کوچکترین واحد اداری یعنی ولسوالی و کوچکترین واحد اجتماعی یعنی دهکده، ایجاد مؤثریت مدیریتی و ارزش‌دهی به سهم مردم در حل منازعات کوچک و ارزای خدمات بهتر دولتی است. امرالله صالح گفته است که برای رسیدن به اهداف مشخص و برنامه های قابل قبول در این سه محور با دفتر مشاورت امنیت ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت انکشاف دهات، وزارت مالیه، ریاست مستقل ارگانهای محلی، کمیسیون مستقل ادارات اصلاحات و خدمات ملکی و سایر ادارات مرتبط به صورت مستقیم کار میکند. معاون اول ریاست جمهوری تاکید کرده است که هماهنگی و همسویی لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت تا اقلیم واحد حکومتداری و نظام تقویت شود. امرالله صالح در پیام یادداشتش گفته است که مردم را از پیشرفت‌های واقعی در این برنامه آگاه می‌سازد. نماینده افغانستان در سازمان ملل: تا آتش‌بس برقرار نشود دولت نمی‌تواند اجماع مردمی را برای صلح ایجاد کند. 8 صبح کابل. عادله نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که دولت موقف روشن در قبال صلح دارد و برای رسیدن به آن تلاش میکند. او روز پنجشنبه پنجم سرطان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان گفت: موقف ما روشن است. ما برای رسیدن به صلح مصمم هستیم، اما تا زمانی که آتش‌بس برقرار نشود ما نمیتوانیم اجماع مردمی را در رابطه به صلح ایجاد کنیم. خانم راست تاکید کرد که طالبان باید درک کنند که آتش‌بس تنها خواست دولت نیست، بلکه خواست تمام مردم افغانستان است. عادله در این نشست از طالبان خواست که به درخواست دبیر کل سازمان ملل متحد برای برقراری آتش‌بس جهانی به هدف مقابله با ویروس و کرونا و نیز دعوت دولت افغانستان برای اعلام آتش‌بس بشردوستانه تن دهند. نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد افزوده: در چند ماه گذشته گسترش ویروس و کرونا نه تنها افغانستان بلکه تمام جهان را با چالش روبرو ساخته است، اما افغانستان با یک روحیه قوی، وحدت و همبستگی ملی برای برقراری صلح در برابر دشواری های موجود مقابله می کند. با این حال عادله می گوید که افزون بر این، تامین اجماع ملی، تحکیم اجماع منطقی و جهانی در حمایت از پروسه صلح یک عنصر اساسی است. او افزود که دولت افغانستان به تمام تلاش ها در زمین صلح حمایت زیاد قائل است و در این راستا با همه شرکای خود در تمام چارچوب های موجود کار میکند. عادله از جانب دیگر گفت که صلح به معنای پایان سفر که از سال 2001 به این سو در افغانستان آغاز شد نیست، بلکه شروع سفر طولانی برای ساختن افغانستان نیرومند است. و گفته او صلح به دولت اجازه میدهد که پایه های مردم سالاری را که خواست تسنی مردم است تقویت کند. در این نشست اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، نیز سخنرانی کرد. او افزود که صلح باید زمینه ساز توسعه دسترسی همگانی به حقوق بشر شود. با گفته شهزاده اکبر، افغانستان در جریان 90 سال گذشته گام های بلند را برای نهادی شدن حقوق بشر برداشته است، اما هنوز هم چیزهای زیاد مانده است که باید به دست آید. اشرف غنی درباره خروج نیروهای آمریکایی:
امریکا باید نگران باشد نه کابل. اشرف غنی رئیس جمهور در گفتگو با یک نهاد غیر انتقامی امریکا موسم به TED گفته است که با خروج نظامیان امریکایی از کشور نگرانی متوجه افغانستان نیست، بلکه ایالات متحده با توجه به تهدیدات تروریسم باید نگران باشد که خروج چه پیامد برای آن کشور خواهد داشت. او همچنین افزوده است که کابل هیچ ملاحظه‌ای در مورد تصمیم ایالات متحده در این زمینه ندارد. رئیس جمهور افغانستان با اشاره به اینکه نیروهای ویژه کشور در سطح منطقه دومین جایگاه را دارد و قوای هوایی افغان نیز 3 برابر شده گفته است که با خروج نیروهای خارجی نیروهای افغان ها توانایی تأمین امنیت را دارند. بر اساس توافقنامه امریکا و طالبان که در اواخر سال گذشته خورشیدی در قطر به امضا رسید، باید نیروهای امریکایی در جریان 14 ماه افغانستان را ترک کنند. در همین حال آقای غنی هشدار داده است که خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان قبل از زمان تعیین شده به امضای توافق صلح میان حکومت و طالبان روی روند گفتگوهای صلح تأثیر خواهد گذاشت. او ابراز امیدواری کرده که روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان سیستماتیک باشد، نه به گونه عجولانه. در حال حاضر روند تدریجی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ادامه دارد. شمار سربازان امریکایی در کشور اکنون به حدود 8600 تن کاهش یافته است. طالبان بخش از مردم افغانستان هستند. اشرف غنی رئیس جمهور همچنین در بخش دیگر از این گفتگو گفته است که طالبان بخش از مردم افغانستان هستند و نمیتوان آن را نادیده گرفت. پس نیاز است که راه حل سیاسی جستجو شود. آقای غنی در گفتگو با این نهاد گفته است که طالبان بخش از مردم افغانستان هستند و نمیشود که آنان را نادیده گرفت و برعکس طالبان نیز باید بپذیرند که بدون خواست مردم افغانستان نمیتوانند کار انجام دهند. پس نیاز است که راه حل سیاسی جستجو شود. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده که با تکمیل روند رهایی زندانیان طالبان و اسیران حکومتی از قید طالبان مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. تلفات بلند نیروهای امنیتی. رئیس جمهور غنی در آخرین اظهارات خود گفته است که با وجود کاهش جنگ هنوز هم رقم قربانیان خشونت‌های طالبان بسیار بالا است. او افزوده است که میانگین تلفات نظامیان افغان در روز 30 تا 35 نفر است. اخیراً شورای امنیت ملی هفته گذشته را مرگبارترین هفته طی 19 سال گذشته اعلام کرد که در آن 291 نیروی دولتی کشته و 550 نیروی دیگر زخمی شدند. گروه طالبان اما در واکنش به اعلام آمار تلفات نیروهای امنیتی افغان در حملات طالبان از سوی دفتر شورای امنیت ملی این آمار را بلندتر از آمار واقعی خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته است که ارقام نشر شده از سوی دولت افغانستان بلندتر از آمار واقعی بوده و هدف از آن ایجاد مانعی در روند صلح است. او افزوده که طالبان در هفته گذشته 3 عملیات بزرگ علیه نیروهای دولتی داشتند، اما شمار تلفات آنان به اندازه ارقام اعلام شده نیست. مذاکرات صلح، حکومت موقت محور گفتگوها میان افغانان. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که بحث ایجاد حکومت موقت میتواند در گفتگوها میان افغانان مطرح شود. به گزارش اسپوتنیک به نقل از تلویزیون 1، عبدالله شام روز گذشته در گفتگوی ویدیویی با مرکز راهبردی آمریکا برای صلح افغانستان تاکید کرد که تمام موضوعات از جمله ایجاد حکومت موقت میتواند در گفتگوها میان افغانان شامل بحث شود. او گفت این یک چیز فرضی است، باید به میز گفتگو برویم، باید گفتگو کنیم. اگر آنها خواهان حکومت موقت شوند این معنای متفاوت دارد. در گفتگو هر کس آزاد است هر گونه پیشنهاد مطرح کند. ما باید در افکارهایمان انعطاف پذیر باشیم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت که تجربه جهانی در روند صلح نشان داده است که یک جانبه‌گرایی در این روند به نتیجه بوده است. از سوی او تاکید کرد که حکومت به آزادی کامل 5000 زندانی طالب نزدیک شده است. کمتر از 1 ماه پیش رئیس جمهور غنی در گفتگو با شورای اطلاعاتی گفته است که بحث در مورد حکومت موقت پیش از وقت است. عزیز رحیفی رئیس مجتمع جامعه مدنی اظهار داشت که امتیازهای یک جانبه به طالبان بیشتر از آن که بر روند صلح کمک کند به نفع طالبان تمام شده است. دولت قطر اعلام کرده که در ماه جولای سال روان قرار است گفتگوها میان آنان آغاز شود.
سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما رو سابسکرایب نمایید.